آرایت دوستان عزیز من در یوتیوب شلکیالتون خوبه، برنامه رو با یه چند دقیقه تأخیر شروع کردم، میذارم یه چند دقیقه‌ای هم بگذره که دوستا جمع شن. امیدوارم برنامه خوبی بشه. خیلی متاسفم که در همچی صحبت‌هایی نمیشه گفتگو کرد، ولی خب حالا من کامنت هاتونو میخونم، گاهی هم جواب کوتاهی میدم، بعضی ها رو بلندتر، ولی به هر حال چیزی نیست که آدم دلش بخواد. توی کلاب هاوس یه حسنی که داره این بحث ها میتونه باز شه. بحث امروز من درباره تقابل نیولیبرال ها با گرسنگان اقتصادی در ایران. البته خب سر این عنوان یه مقدار باهاتون صحبت کنم و بعد بگم که داستان این تقابل چیه، این گرسنه ها کیا هستند، این نیو لیبرال ها کیا هستند، و بالاخره این که عاقبت ما ایرانی ها چی خواهد شد با این جریان هایی که در کشور به بیرون کشور جاریه. اجازه بده یه مقدار به اصطلاح نفسی تازه کنم، به ذره آرومتر صحبت کنم. این روزا من خیلی خستم، مسافرت کردم به اروپا، بعد اومدم رفتم واشنگتن، بعد مهمونی داشتم، همین گرفتاری های متفاوت، عید دیگه در هر حال اینجوریه. قبل از اینکه فراموش کنم عیدتون رو تبریک بگم، من اگه اشتباه نکنم اولین جلسه لایو یوتیوب من بعد از عیده. عید بهتون تبریک میگم، البته چهارشنبه سوری خیلی گذشته، بازم مبارکتون باشه. 13 که داره میاد انشالله براتون خیلی به خوبی به در بره و 13 به در خوبی داشته باشید. ما چه واقعا فرهنگی داریم، چه سنت هایی داریم، واقعا زیباست. به کشوری با این سنت ها باید بسش خیلی بهتر از این باشه که هست. خب مشکل همیشه در بخش رهبری سیاسی جامعه و در کنار اون رهبری اقتصادی جامعه بوده. و بحث امروز منم به یک شکلی در همون چارچوب پیش میره. من خب از سال هاست دارم میگم که نوع سرمایه‌داری که در ایران حاکمه، که بهش میگم سرمایه‌داری به اصطلاح زالویی فاسد، سرمایه‌داری که درش یه عده بانک و تاجر و زمینخوار، پوسباز، پولباز، در کنارشون دزدهای حرفه‌ای و دغل حاکم شدن، این سرمایه‌داری نمیتونه برای ایران یک آینده اقتصادی خوب بسازه. در چارچوب این سرمایه‌داری نمیشه توسعه اقتصادی کرد، هم رشد و هم به طور همه جانبه کشور رو پیشرفت داد. همینجا اول بگم که من
خب خودم یه آدم سوشال دموکرات هم، ولی سوشال دموکراسی همون که میدونید مخالفتی با سرمایه داری نداره و سوشال دموکراسی لزوماً سوسیالیست نیست. سوشال دموکراسی معمولاً به یه چیزی اعتقاد داره که در دنیا داره یواش یواش معروف میشه به اقتصادهای مختلط، اقتصادهایی که هم درش بازار هست و هم دولت نقش راهبری رو داره، کنترل رو داره، نظارت رو داره و حتی نقش سرمایه گذاری مخصوصا در بخشای اجتماعی و زیربنایی رو داره. همون نظامی رو که در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم پیش بردن، همون نظامی که در سوئد و فنلاند و سوئیس و نروژ و جاهای دیگه پیش میبرن. خب اون سیستم ها یه مقدار متفاوت از سیستم سرمایه‌داریه که در امریکا هست که درش بازار عمده است و دولت نقش به اصطلاح فرعی حاشیه‌ای داره. البته این رو هم بگم که حتی در امریکا و اروپای غربی مثل فرانسه و انگلستان هم که به اصطلاح مادر بزرگ‌های سرمایه‌داری دنیا هستند، در اونجاها هم داره دولت داره هرچی بیشتر نقش ایفا میکنه. یعنی اون سرمایه‌داری قرن 19 و اوایل 20 که بازار حاکم بود و دولت فقط در حاشیه بود، فقط باید به مسائل دفاعی و مسائل قانونی و مسائل نظم و اینا توجه داشت، الان دیگه اینجوری نیست. یعنی هرچی بیشتر این دولت‌های امریکا و اروپا که دولت‌های سرمایه‌داری هستند، هرچی بیشتر دارن در بخش اقتصاد دخالت می‌کنن. این اواخر که دیگه خیلی روشن دارن دخالت می‌کنن. این دخالت در امریکا مثلا با اون جریان معامله جدید که روزولت بعد از بحران بزرگ امریکا در 1930 همون حدودا مطرح کرد، از اون موقع هرچه بیشتر این جریان به اصطلاح دخالت دولت ها در اقتصاد هرچی وسیع تر شده. با این وجود هنوز هم امریکا و اروپای غربی خب نماینده اصلی سرمایه‌داری بازار هستند. اما دوباره تکرار کنم، نه اون سرمایه‌داری بازاری که مثلا در قرن 19 و اوایل قرن 20 حاکم بود. الان یک سرمایه‌داری دیگری حاکم شده، سرمایه‌داری انحصاری مثلا، سرمایه‌داری که درش دولت هرچی بیشتر نقش بازی میکنه. در بحران 2008 امریکا، دولت امریکا با تمام توانش رفت پشت سر بخش خصوصی، بانک‌ها، کارخانجات اتومبیل و غیره که نگذاره اینا برشکست بشن و زمین بخورن. و اگر دولت وارد میدون نشده بود، بخش عظیمی از اینا نابود می شدن. من جمله حتی کارخونه اتومبیل سازی از نوع جنرال موتورز یا هول جی ام. یعنی می خوام بگم که این اتفاق افتاده. و اما یک چیزی را اینجا بهتون بگم که این تاریخ رو یه ذره تکمیل بکنم. خب از زمان نیو دیل 1930 تا جنگ جهانی دوم، خب جریان یه ذره متفاوت بود. بعد از جنگ جهانی دوم
یک جریان کلن جدیدی در اقتصاد شکل گرفت به نام کینزیانیزم. کینز، جان مردال کینز، اقتصاددان انگلیسی که وزیر داراییش هم بود یا وزیر اقتصادش، ایشون اصلا اومد یک سیستم جدید رو آورد وسط و گفت که بدون مدیریت دولت سرمایه‌داری نمیتونه پیش بره، بازار شکست خورده، نمیشه با بازار فقط جلو رفت. یک نظریه جدیدی به نام کینزیانیزم مطرح کرد و این حاکم شد بر سیاست‌های اقتصادی امریکا و اروپا و جاهای دیگه که بر اساس اون یک سری سیاست‌های مالی، پولی، صنعتی، تجاری، ارزی و غیره رو فرموله و مطرح کردن. اون حرکت، اون انقلاب در تئوری و عمل اقتصاد به نام کینزیانیزم اساسش این بود که دولت باید بخش تقاضا رو مدیریت کنه و بخش تقاضا رو بهش کمک کنه، چون اگر این کار رو نکنه بخش عرضه که دست بازار و سرمایه دارا هست نمیتونه پیش بره، شکست میخوره و بحران میره و شکست میشه. دلیلش هم از طرف از قول کینز و بقیه این بود که سرمایه‌داری اصولاً از یه طرف ثروت اندوزی و انباشت تولید و ثروت میکنه، از طرف دیگه انباشت فقر، و این دو انباشت فقر یه جا بود ثروت یه جای دیگه، باعث میشه که بخش عظیمی از جامعه اقتصادی سرمایه‌داری توان خرید نداشته باشد. بنابراین اون بخش عرضه هی مرتب تولید میکنه، ولی این بخش تقاضا قادر به خرید نیست. کینز اومد گفت که باید یه کاری کرد که دولت بیاد این وسط، این تقاضا رو، تقاضای مؤثر رو مدیریت کنه و جریان رو یک جوری پیش ببره که تولید خرید بشه، که تولید مصرف بشه از طرف همین فقرا و کارگرا و زحمتکشا. خب این یه بحثی بود که مدت‌ها ادامه داشت تا اینکه در کنارش یا آقای به نام میلتون فریدمن اومد یک تئوری جدیدی به نام تئوری پولی مانیتری رو مطرح کرد. ایشون بحثش این بود که دولت لازم نیست در بخش تقاضا دخالت بکنه. تصادفاً برعکس از دیده ایشون مشکل پول، اقتصادهای سرمایه‌داری خیلی پولی شدن، پول عمده شده، پس مدیریت پول خیلی عمده شده. ولی خب مدیریت پولی رو که ایشون مطرح میکرد با مدیریت مال پولی رو که کینز مطرح میکرد یک مقدار متفاوت بود از دید میلتون فریدمن. دولت در این بخش لازم نیست دخالت مستقیم بکنه، خود فدرال، دولت، این بانک فدرال یا بانک مرکزی به طور مستقل میتونه با توجه به داده هایی که بهش داده میشه و اطلاعاتی که پیدا میکنه یه نظمی رو در رابطه با پول به مثلا بهره و مقدار پول، عرضه پول و اینا کارهایی بکنه. حالا من بحث هم امروز اونا نیست، نکته که میخواستم عرض کنم اینه که ما از قبل از جنگ جهانی دوم، از 1930 به این ور، اون اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی بازاری کمرش شکسته شد یواش یواش. از یه طرف انحصارات زیاد شد، از یه طرف دولت اومد دخالت کرد و گفت که این انحصارات
نمیذارن مردم زندگی درستی داشته باشن و باید مردم رو حفظ کرد، حفاظت کرد از مردم. باید وقتی که بیکارن براشون کار ایجاد کرد، یا اگه کار نمیتونی ایجاد کنی باید بهش بیمه بیکاری بدی، در مورد آموزش، بهداشت و بقیه جاها دولت باید سرمایه گذاری کنه، وگرنه نمیشه. خب بعدها، بعد از جنگ جهانی دوم، اون فکر تبدیل به یک نظریه بزرگ کنزیانیسم شد که در واقع ادامه همون نیو دیل امریکایی یا به اصطلاح قرارداد اجتماعی آقای روزولت بود که باید دولت بیاد یه نقش بزرگی رو انجام بده و مخصوصا در بخش مدیریت به اصطلاح تقاضا. خب بعد یه عده‌ای مثل میلتون فریدمن اومدن گفتن باید روی پول زیاد فکر کرد، و تا اینکه رسیدیم در ادامه همین صحبت میلتون فریدمن به یک دست اقتصاددانهای خیلی راست، رسیدیم در امریکا و انگلستان، مرکز سرمایه‌داری دنیا، به آقای ریگان و آقای و خانم تاچر، مارگارت تاچر اند آقای ریگان. اینا اومدن به عنوان به اصطلاح نیو کنسرواتیو های جدید، اینا اومدن زدن زیر اصلا این فکر کینزیان و اینا اومدن گفتن که مشکل در قسمت تقاضا نیست، در قسمت عرضه هست. یعنی این البته یه فکری بود که قبل از اصلا از همون روز اول سرمایه داری این وجود داشت، یه نظریه یه که میگه عرضه تقاضای خودش رو به وجود میاره، تو لازم نیست نگران تقاضا باشی. اوکی؟ Supply creates its own demand. عرضه تقاضای خودش رو به وجود بیاره. و بعدشون هم این بود، برای این حرفا میزدن که میگن به تو برای اینکه سپلای بکنی باید پول خرج کنی بین مردم، باید بری مواد بخری، باید کارگر استخدام بکنی، پول میدی. خب بنابراین تو قبل از اینکه اصلا تولید بکنی کلی پول پخش کردی تو جامعه، اون پول بعد میاد اون تولید رو میخره. یک چیزی که اینا توجه نداشتن این بود که سرمایه داری در ذات خودش یه تمایلی به سوی تولید بیشتر، اوکی، تولید غیر ضروری، اوور پروداکشن دار، در حالی که در همزمان این نابرابری که بین ثروت و یا اون تولید و این مردم اتفاق میفته، قدرت خرید اینا را کم میکنه و بنابراین اون اوور پروداکشن با این اندر کانسامشن، اون تولید خیلی خیلی بالا در مقابل این مصرف کم، به خاطر که جیب مردم خالیه، باعث بحران میشه، بحران در رابطه عرضه و تقاضا. عرضه خیلی بالا، تقاضا کم، و این مشکل ایجاد میکنه از دید این جریانی که قبلا وجود داشت. خب اینا اومدن ریگان و تاچرز و بعد کسانی که دوربر اینا بودن اومدن گفتن که ما باید برگردیم به نظریه قبلی به نام سپلای ساید اکنامیکس، اقتصاد طرف عرضه، به جای اینکه به سوی اقتصاد طرف تقاضا بریم که مال کینز بود. حالا اینا اومدن گفتن باید به سوی اقتصاد طرف عرضه بریم. یعنی اینا چه کار کردن؟ اومدن اصلا توجه دیگه از روی کارگر و مزد و کار رو اینا گذاشتن کنار، گفتن ما اصلا کاری با اینا نداریم، ما فقط نگرانیمون اونه که در بخش به اصطلاح تولیدی که دست این انحصارات بود و دست بخش خصوصی بزرگ بود، باید به اینا کمک کنیم، تا جایی که میتونیم به اینایی که دارن عرضه میکنن کمک کنیم. خب تمام به اصطلاح بودجه کشور رو یواش یواش منتقل کردن
از بخش اجتماعی آموزشی و کمک به فقرا و از اینها به سوی کمک به سرمایه دارا و پولدارا که هرچه بیشتر تولید بکنند. خب این سیاست سپلای ساید اکنامیکس برای یه مدتی کار کرد. خب خیلی طبیعیه تو وقتی که دارایی های مرد کشور رو ببری به طرف بخش خصوصی و بهش کمک کنی که تولید بکنه، خب خیلی طبیعیه که اتفاق میفته. بنابراین رشد خیلی بالا رفت در این کشورها و جریان رشد بالا خب خودش یک مجوزی شد برای ادامه همون سیاست. اما همزمان اینا توجه نداشتن که ضمن این که داره رشد میره بالا، این رشد بدون توزیعه و در بخش مردمی داره مشکل ایجاد میشه و تصادفا مشکل هم ایجاد شده و شد که بعد از در واقع شما اگه به اصطلاح توزیع درآمد و ثروت رو در امریکا و اروپا از زمان تاچرز و ریگان به این بر مطالعه بکنی که خیلی ها کردن، به این نتیجه میرسی که بعد از اون دوره توزیع درآمد و ثروت به سرعت به نفع ثروت و علیه به اصطلاح فقرا اتفاق افتاد. یعنی اون شکاف بین فقر و ثروت به سرعت بالا رفت، در حالی که تا قبل از اون در سرمایه‌داری های خوب یک اتفاقی که داشت میافتاد این بود که مثلا ثروت همینجور که میرفت بالا، بعد از یه مدتی این منحنی ثروت کج میشد به طرف پایین و در واقع به یک شکلی توزیع اتفاق میافتاد که در اقتصاد بهش میگیم inverted U، یعنی اون لغت یوی انگلیسی که واروه، یو اینجوریه، inverted U اینجوریه. این تئوری inverted U مال یک اقتصاددانیه به نام کوزنت که کوزنت اومد گفت که در کشورهای پیشرفته این انباشت ثروت بعد از مدتی به توزیع رسیده، به توزیع بهتری، و حدسش این زد، پیشبینی کرد که در کشورهای به اصطلاح در حال رشد یا عقب مونده هم اگر ما به این ثروت هرچی بیشتر انباشت ثروت دامن بزنیم، یک جایی این انباشت ثروت به قول خودشون سرریز میکنه، تریکل داون، یواش یواش سرریز میکنه تو جیب دیگران. خب این اتفاق نیفتاد، این اتفاق هنوزم نیفتاده. به اقتصادهای دیگری زیادی من جمله تامس پیکتی و دیگران اومدن نشون دادن با مطالعات خیلی عمیق که این inverted U دیگه کار نمیکنه، که این حتی در امریکا و اروپا و انگلستان این انباشت ثروت همینجور داره بالا میره و هی داره میره بالا، به جای اینکه بره بالا بعد بیاد پایین، همینجور داره میره بالا. یعنی چی؟ یعنی شکاف بین فقر و ثروت همینجور داره زیاد میشه. الانم شما اگه به اصطلاح اقتصاد امریکا رو در 40 سال گذشته خوب با دقت مطالعه کنی در رابطه با توزیع درآمد، اینو میبینی. خیلی ساده است، همه میبینن. الان 5% امریکایی‌ها 65% ثروت و دارایی‌های این کشور رو دارن. حالا من حالا کاری با اون قسمتش ندارم، من برمیگردم قسمت اقتصادیش و بگم که این جریان متاسفانه همینجور ادامه داره. و اما این وسط دو تا اتفاق دیگه افتاد. در سالای آخرای 80 توی سال 90 شما میدونید که شوروی سقوط کرد. شوروی که سقوط کرد، برای این به اصطلاح طرفدارهای ریگان و اقتصاد سپلای ساید تاچرز و اینا یک دفعه هم به اینا مشتبه شد که پس سرمایه‌داری برنده شده، سوسیالیسم نابود شده، زیاد نگران اون ایده نباید باشیم و این جریان رو همینجور ادامه بدیم. توجه نداشتن که اصلا این
توزیع درآمد در داخل امریکا ربطی به شوروی سقوط کرده یا نکرده نداره. یه مشکل داخلیه، درون امریکاست، درون انگلستانه، درون اروپا جاهای دیگه است. به هر حال این نظریه، این شکست شوروی که متاسفانه یک توضیح خوبی هم براش نمیدادن و سرهمش میکردن و دروغ میپرداختن، باعث شد که اینا هرچی بیشتر پر رو بشن و یک چیزی به وجود اومد در اروپا، در امریکا، که بهش میگن واشنگتن کانسنسس. واشنگتن کانسنسس یعنی که مثل این که اون چیزی رو که واشنگتن، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و این تینک تانک های امریکایی طرفدار همین تاچرز و بریگان و اینا میگفتن درسته، که باید تو هرچه بیشتر به طرف سپلای بری، به سرمایه‌دارا کمک کنی، بازار رو هرچه کمتر، مقررات رو هرچه بیشتر کم کنی، بازار آزاد درست کنی، تجارت رو درش هرچه بیشتر آزادی ایجاد کنی، محافظت تجارت رو بذاری کنار، از همه مهمتر باید اون به اصطلاح برنامه‌های اجتماعی رو که برای من نمیدونم آموزش و بهداشت و خونه و سرپناه و بقیه چیزا داشتی رو که به طبقات پایین جامعه میرسید و از اونا باید بزنی، اون پولا رو بیاری بازم طرف همین عرضه. یعنی اصلا کلن با تقاضا کار نداشته باشی، با فقرا و اینا کار نداشته باشی، تو فقط فشار بیار روی این بعد، چون این عرضه تقاضا به وجود میاره. یک نظریه که مدت ها سالان دیگه از بین رفته، به هیچ ارزشی نداره. و اما در کنار این واشنگتن کانسنسس یه ایده دیگری هم یواش یواش شکل گرفت که معروف شد به نیو لیبرالیسم. حالا این واشنگتن کانسنسس و نیو لیبرالیسم در خیلی جاها شبیه همن، اما لزوماً یکی نیستن. اینا دو تا فرمول متفاوتن که من توضیح میدم، حالا وقت شد. اما نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اینه که نیو لیبرالیسم عملاً شد اسم همین واشنگتن کانسنسس، یا حداقل کسانی که به طرف اقتصاد عرضه میرفتن، با تقاضا کار نداشتن، به توجه به فقر و نابرابری اقتصادی، فرق نمی کنه در درآمد یا در ثروت نداشتن، و فقط فشارشون این بود که اون ور رو فربه کنن و تولید کنن، همینجور برن جلو تا مثلا این ثروت و چیزی که ایجاد میشه سرریز بکنه یواش یواش به جامعه، که خب همچی که عرض کردم الان نشون داده شده که دیگه اون اتفاق نیفتاده و برعکس هرچی بیشتر داره این نابرابری بیشتر میشه. و اما نیو لیبرالیسم چی بود؟ اولا خب میدونیم که سرمایه داری یک چیزی رو با یک چیزی زاده شد به نام لیبرالیسم. لیبرالیسم یک کانسپت یا یه فلسفه زندگی هم در زیربنای کشورهای سرمایه‌داری، و هم در روبنای کشورها، هم در اقتصاد، در سیاست، در مسائل اجتماعی و غیره به اصطلاح نمود پیدا کرد. لیبرال یعنی لیبرتی، لیبرال آزادی، یعنی با ته خط این بود که در این جریان جدیدی رو که به نام سرمایه‌داری داره شکل میگیره، یک انقلابی به وجود اومد علیه زمیندارا و فیودالها، و این انقلاب لیبرالیسم بود، یعنی آزاد کردن هم کارگر، یعنی این کشاورزا به عنوان صرف یا هر چیزی از زمین، بعد از اون آزاد کردن جامعه افراد به اینکه
هرچه بیشتر خودشون تصمیم بگیرن و کارهای خودشون رو خودشون انجام بدن و دولت نقش بزرگی نداشته باشه. دولت تا قبل از اون خیلی قدرتمند بود، مثل دولت‌های کلونیالیسم و اینا. اینا اومدن گفتن که دولت، این دولت جدید سرمایه داری باید فقط کارش دفاع باشه، مدیریت‌های به اصطلاح انضباطی باشه، قانونی باشه و از این حرفا، و در بخش اقتصاد دخالت نکنه، اونو بده به بخش خصوصی. و از مهمتر اسمشو گذاشتن بازار. در واقع گفتن بخش بازار باید حاکم باشه بر اقتصاد و بعد دولت حاکم در سیاست، اما مثل بازار دولت هم در سیاست باید اون فلسفه لیبرالیزم رو پی بگیره، یعنی آزادی رو، یعنی دموکراسی رو. خب بنابراین لیبرالیزم یه ایده خیلی جالبی بود، یه فلسفه جالبی بود که ریشش تصادفاً از یک تعریف دوباره از مذهب بود. یعنی شما ریشه لیبرالیسم که نگاه کنی میبینی یه ریشه مذهبی داره، با این تفاوت که مذهب ریفرم شده، مذهب اصلاح شده به یک شکل دیگری. حالا من اون بحث رو نمیخوام بکنم اینجا، من در یک ویدیوی دیگری گفتم رابطه لیبرالیسم با مذهب چیه. ولی نکته ای که من الان دارم اینه که لیبرالیسم عنوان یه فلسفه جدید زندگی در جهان سرمایه‌داری خیلی قدرت پیدا کرد، قدرت داشت، هم در بخش سیاسی، هم بخش اقتصادی، هم بخش اجتماعی، فرهنگی، همه جا روابط بین الملل. این دیدگاه دیدگاهی بود که میگفت که جامعه یه بخش مدیریت دولتی داره که باید دموکراتیک باشه و لیبرال باشه، و بعد اقتصاد هم یک جامعه‌ایه که درش بخش خصوصی و بازار باید نقش داشته باشه، و در هر دو جا ارزش به اصطلاح ایندیویدوال، فرد، خیلی مهمه. همون بحث حقوق شهروندی و از این حرفا، هم حقوق شهروندی در بخش سیاسی هم در بخش اقتصادی. لیبرالیسم روی حقوق فرد خیلی تکیه میکنه، فرد مهمه و براش. خب این جریان وجود داشت تا اینکه همونجوری که عرض کردم این فلسفه و این تفکر که بازار داره کار خودش رو میکنه، دولت کار خودش رو میکنه، مردم هم آزادن این وسط، هم در بخش سیاسی هم در بخش اقتصادی میتونن فعالیت‌های خاص خودشون رو بکنن و وظیفه دولت هماهنگ کردن، ایجاد نظم و دفاع هست و اینا، این تا راست این ادامه پیدا کرد تا اوایل قرن 20 که یواش یواش این سرمایه‌داری در بخش بازار تبدیل بشد، یواش یواش از سرمایه‌داری رقابتی و بازار عرضه و تقاضا به یک سرمایه‌داری عمدتاً انحصاری. یک عده از بزرگان اقتصادی شروع کردن به انباشت ثروت و درآمد و اینا، و هرچه بیشتر بازارهای مختلف، سازمانهای مختلف، بنگاه‌های اقتصادی مختلف، فعالیت‌های اقتصادی مختلف رو آوردن زیر چتر خودشون، هم در چارچوب مالکیت و هم کنترل. خب از یه طرف به اصطلاح اینا هی مرتب از نظر انباشت ثروت بزرگ شدن. کارخانه ای بود مثلا فرض کنیم که 100 تا کارگر داشت، حالا شد 1000 تا، بزرگ شد. اما همزمان همین کارخونه که از 100 به 1000 رسید، هم این صاحب این کارخونه رفت توی جامعه دنبال اون صنایع کوچک و متوسط و شروع کرد اینا رو خریدن، آوردن زیر چتر خودش. و این اتفاق مخصوصا وقتی افتاد که سرمایه‌داری، همونجور که میدونیم به اصطلاح دوران بحرانی داره، یعنی دوره های بحران داره. در دوره های بحران معمولا اون کوچکترها، بازیگرهای کوچک و متوسط نابود میشن و یا نمیتونن ادامه بدن، بنابراین خودشون ها یا میفروشن یا از بین میبرن و این بزرگترها جمع میکنن. معنای
انحصار هم یعنی همین مرجر تلفیق، اینا رو جمع کردم. به هر حال تا در اواسط قرن، در اوایل قرن 20 یه اتفاق افتاده بود که اون اتفاق خود باعث اون بحران بزرگ دهه 30 امریکا شد که بعد روزولت اومد و نیو دیل داد و پشت سرش جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و بعدش هم کنزیانیزم اتفاق افتاد که بقیه داستان رو براتون توضیح دادم. خب میخوام بگم که اون لیبرالیزم به شکست منتهی شد که بعد دیگه اومدن گفتن نه کنزیانیزم باید باشه، فلان باشه اینا، تا اینکه ریگان و تاچرز اومدن و گفتن نه باید برگردیم به همون جایی که قبل از روزولت و اینا بودیم، به اصطلاح اواخر قرن 19 یا اواسط قرن 19 به سرمایه‌داری قرن 19 برگردیم یا اوایل قرن 20 به همون اقتصاد سوپلای. این برای این برگشت گفتن دولت باید کمک کنه. اینجا این فکر نیو لیبرالیزم زاده شد. نیو لیبرالیزم بنابراین یه ایدهیه که درسته که از لیبرالیزم نشأت میگیره، اما در لیبرالیزم همونجور که عرض کردم یه تفکریه که به اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی و همه چیز اطلاق میشه. اما نیو لیبرالیستا مثل ریگان و تاچرز و اینا اومدن گفتن که ما از اون لیبرالیزم، ما یک چیز از همه مهمتره و بخش اقتصاد، دولت باید در بخش اقتصاد کمک بکنه به بازار و به این عرضه کننده ها و جریان رو ببره جلو. و از همه مهمتر نیو لیبرال ها اومدن گفتن در هر جایی که بازار شکست خورده یا بازار داره نابود میشه، دولت باید بیاد این بازار رو دوباره زنده کنه، باید بخش خصوصی رو دوباره زنده کنه. یعنی مثلا شما در امریکا بخش اجتماعی زیاد بزرگ شده بود، گفتن نباید بزنیم اون بخش رو، آموزش و بهداشت و مسکن و ولنا، پولا رو بیاریم بذاریم این ور و بازار و بخش خصوصی رو پرورش بدیم. این همین ایده رو در واقع اون واشنگتن کانسنسس و این نیو کانسرواتیو ها یا نیو لیبرال ها به دنیای جهان سوم هم اطلاق دادن. به چه معنا؟ برای اینکه در این جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود، که از کشورهای تازه به دوران رسیده مستقل و از یوغ کلونیالیسم اومده بودن بیرون، حالا کشورهای مستقلی بودن، دیگه مستعمره نبودن، و بعد این کشورهای قبلا مستعمره حالا بابت حالا مثلا مستقل، در رأسشون رهبرایی بودن که عملا نماینده همون استعمارگرا بودن. بعضی جاها انقلاب شد، خب مردم اومدن وسط، در خیلی جاها انقلاب نشد و همون مثل نمایندگان قبلی استعمارگرا حاکم شدن. حالا سوال این بود که باید با این کشورها چی کار کرد، با این کشورهای جهان سومی که حالا کشور شدن برای خودشونو و دارن میخوان سرمایه داری بشن، ولی چه کار، ولی اونجا چیزی به نام سرمایه داری وجود نداره، یا دولت داره کنترل میکنه یا یه عده آدم نمیدونم تاجر و مالک و اینا کشور رو دارن. چیزی به نام سرمایه داری، به نام بازار، بخش خصوصی اونجا وجود نداشت. تصادفا در همین موقع هم خب سرمایه داری غرب با روسیه، شوروی در واقع خیلی رقابت داشت. شوروی میخواست کشورهای، همین کشورهای تازه به دوران رسیده رو به طرف سوسیالیسم ببره و یک نوعی از سوسیالیسم ببره به نام سوسیالیسم افریقایی، سوسیالیسم عربی، سوسیالیسم اسلامی. یک جریان دیگه‌ای به وجود آوردن به نام راه رشد غیر سرمایه‌داری، راه سوم،
راه رشد غیر سرمایه The Non-Capitalist Way of Development. من در موردش زیاد نوشتم، یه مقاله هم به همین اسم روی amirahmadi.com هست. کار ندارم. خب شوروی میخواست این کشورهای جهان سوم اون ور ببره و برای این کار اومد یک سری تئوری هایی رو مطرح کرد، همونجور که عرض کردم افریکن سوشالیسم، نمیدونم اسلامیک سوشالیسم، عرب سوشالیسم، مثل بحث ها و اینا، و به اینا کمک کرد، به طبقات متوسطش کمک کرد اینا بیان حاکم بشن و بعد اون راه رو ادامه بدن. اون راه راه رشد غیر سرمایه داریه، نه راه رشد سوسیالیسم. یعنی یه راه رشدیه که نه سرمایه داریه نه سوسیالیسمه، این وسط یه چیزیه، راه رشد غیر تر. خب این خیلی عمده شد، ولی امریکا و غرب که داشت با شوروی اون موقع مبارزه میکرد نمیخواست این کشورها برن به طرف راه رشد غیر سرمایه داری. اونا میخواستن این کشورها به سوی سرمایه داری برن. خب برای اینکه به سرمایه داری برن باید سرمایه دار ایجاد کنن، به وجود بیارن، باید بخش خصوصی درست کنن، باید بازار درست کنن، تو که همینجوری نمیتونی سرمایه داری درست کنی که. خب این کشورها اومدن یک فرمولی رو مطرح کردن که همون گفتم واشنگتن کانسنسس، بعدم همین نیو لیبرال ها، و اومدن اینا گفتن، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولم به اینا کمک کرد، گفت این صندوق و این بانک و با این دولت‌های امریکا و اروپا باید به این کشورهای جهان سوم، مخصوصا به اون رهبرهایی که تمایل به طرف غرب دارن، به اینا کمک بکنیم که در این کشورها سرمایه‌داری درست کنه. اومدن دولت‌ها رو موظف کردن که بازار درست کنن، که بخش خصوصی ایجاد کنن، که یه بخشی ایجاد کنن که درش خیلی شبیه مثلا اقتصاد امریکاست، بیان فرض کنیم که تجارت رو خصوصی کنن، تجارت خارجی رو، بعض بانک ها رو خصوصی کنن و بعضی حرف ها، خصوصی سازی. ولی این کار رو فقط از طریق دولت میتونستن انجام بدن. چرا؟ برای اینکه این املاکی رو که در این کشورها بود عمدتاً دست دولت ها بود، دولت ها مالک بودن، فرق نمی کرد تو سوسیالیست بودی یا هر چی بودی، بعد از یک کشور مالک شما ها، کشورها بودن، یعنی دولت ها بودن. پس اومدن پشت سر این دولت ها، به این دولت ها گفتن ببین تو یه دولتیه که همه این اموال و تشکیلات رو داری، هر جا هم که نداری قدرت دقل داری، بیا از قدرت استفاده کن، ما هم بهت کمک میکنیم چند تا کار بکن. یکی اینکه اموال عمومی رو بده به بخش خصوصی، همون خصوصی سازی. دوم تجارت خارجی تو آزاد کن و غیر ملی، بازش کن. سوم در بازار دخالت نکن، بذار بازار انتخاب بکنه چی باید چی بخره و چقدر هزینه بده. تو فقط کارت باید این باشه که اون شرایط لازم رو برای ایجاد یک سرمایه داری درست کنی. خب یک سرمایه دار اول پول میخواد، بعد نمیدونم کارگر میخواد، بعد مواد میخواد، بعد راه و ساختمون و تشکیلات میخواد، بعد یک سری نهاد میخواد. به دولت گفتن تو وظیفت اینه که اینا رو برای اون سرمایه دار یا سرمایه دارا فراهم کنی. پول میخواد بهش بده، کارگر میخواد بهش کمک کن، بعد به کارگرم بگو حق نداری اعتصاب بکنی، اعتراض بکنی، حقوقت هم همینه، چشتم کور، بیش از اینم نمیشه. به فقرا بگو متاسفیم ما نداریم به شما پول بدیم، شما برید گرسنه بخوابید، من چی میدونم، بهداشت نداری مشکل خودت، آموزش نداری مشکل خودت، مسکن نداری مشکل خودت، ما هر چی که پول داریم به نام دولت داریم میریزیم توی این بخش خصوصی که اینجا رو به اصطلاح بزرگ کنیم، عمده کنیم، بعدن حالا از اینجا برابر اون تئوری inverted U یا آقای کوزنت این ثروت سرازیر میشه. پس شما حالا دو سه نسل جون بکنید، نخورید، مریض بشید، بمیرید زود، ولی نسلهای چهار و پنجمتون درست میشه، میشید اون چیزی که ما هستیم الان توی امریکا. میخواید آدم بشی باید دو سه نسلتون به هدر بره.
این صحبتی که من دارم میکنم این واقعیته. من دارم چیزی از خودم در نمیارم، تمام این نوشته ها هست. آره. و اما خب این وسط یه دهی، نه تو واشنگتن کانسنسس، این یک گروه دیگه که خیلی نیو لیبرالیزم رو دوست داشتن، اون کلمه لیبرال براشون مهم بود، اومدن گفتن ولی دولت نمیتونه فقط همه چیز رو بده به بخش خصوصی، همه چیز رو نمیتونه به بازار بده، دولت یه سری وظایفی هم داره، یکی از وظایفش ایجاد زیربناهاست. به دولت توصیه کردن تا میتونه راه بسازه، سد بسازه، پل بسازه، کارخونه بسازه، این زیربناها رو بسازه، بعد این زیربناها کمک بکنه به اون بخش خصوصی. بعد همزمان یواش یواش بانک جهانی و صندوق و اینا، مخصوصا بانک جهانی متوجه شدن و اقتصاددانا یواش یواش متوجه شدن که بابا این که ما میگفتیم توی آموزش و بهداشت و اینا تو سرمایه گذاری نکن، هرچی پول داری ببرش اون بر برای سرمایه دارا، این مشکل ایجاد میکنه، مردم بیمار میشن، بیسوادن، آدم بیسواد و بیمار بهره ور نیست، کار نمیتونه بکنه. و برای اینکه تو ایجاد کار، ایجاد یک نیروی انسانی خوب بکنی، باید تو اون قسمت ها هم تا جای ممکن سرمایه گذاری بکنی، در واقع بهش میگن توسعه سرمایه انسانی، Human Capital Development. گفتم باید اونجا هم یه سری کارهای بکنی. اما با این وجود از هر 10 دلاری که داری توی دولت، 8 دلارش اون بره، 2 دلارش این بره، و از همه مهمتر هرچی که تو اموال یا دارایی عمومی داری رو تا جایی که میتونی باید بدی به اون بر، به اون بخش. مهم هم نیست پول داره از تو بگیره یا نه، مجانی هم شده بده، اونا رو بکن مدیر، اونا رو تو کنترل بذار، خودتو یواش یواش بیار پایین. خب این جریان تو دهه 80 به 90 خیلی عمده شد، تا اوایل 20 خیلی از کشورهای جهان سوم به این سو رفتن، البته یه عده‌ای هم از همون اول مقاومت کردن، مثل کره جنوبی، مثل خب چین که سوسیالیست بود، تایوان و غیره، خیلی از کشورها نرفتن، یا هند نرفت. اما بعضی از کشورها در جهان سوم، مثلا توی خاورمیانه، مثل عرض کنم مصر و امثال هم رفتن. خب اتفاقی که افتاد این بود که اولا این کشورها چون با مدل غرب داشتن کار میکردن و تمام زندگیشون با غرب وابسته بود، هر اتفاقی در غرب روی اون اقتصادات تأثیر میذاشت، همون وابستگی. مثلا اگر مثلا وقتی که 2008 اقتصاد امریکا توی بحران رفت، تمام این کشورهایی که با اون مدل رفته بودن جلو، همشون توی بحران رفتن، داغون شد. و یکی مسئله بود. مسئله دوم، در همین کشورها هم مثل خود امریکا و اروپا، هرچی بیشتر این نابرابری بیشتر شد، هرچی بیشتر ثروت، بیشتر ثروت آورد، فقر بیشتر فقر آورد. بعد متوجه شدن که ای داده بیداد، این کسانی که این همه ثروت به اینا کمک شده ایجاد بکنن، این پولا داره میره خارج، یعنی داره میره اروپا و بانکای سوئیس و کانادا و جاهای دیگه، سرمایه گذاری تو این کشورها داره نمیشه. و از یه طرف هرچی در اصطلاح مال دولت میره دست اینا، یه مقدارش تو کشور میمونه، بقیهش هم میره. این کشورها هرچی بیشتر دچار دردسر شدن. خب این باعث شد که یه عده بلند شدن علیه این نیولیبرالیسم و علیه واشنگتن کانسنسس، و کلی بحث در این مورد شد، و یواش یواش این به اصطلاح قدرت نیولیبرالیسم و واشنگتن کانسنسس به هم ریخت. امروز دیگه هر دوی اینا به هیچ وجه هیچ اعتباری ندارن. الان دیگه وقتی مثلا یک اقتصاددان بره به یک کشور جهان سوم بگه شما مسیر نیو لیبراله، طرف بهش میخنده اگه توف رو صورتش نکنه، برای اینکه نتیجه ای رو که گرفتن نتیجه وحشتناکی بود در کشورهای جهان سوم، مخصوصا در اون کشورهایی که
پا به پای این نیولیبرالیسم واشنگتن کانسنسس رفتن و به غیر از اونهای مثل تو اروپای، مثل تو آسیای جنوب شرقی که رشد کردن، مثل کره و امثال هم که نرفتن و موندن سر جای خودشون، مدلای اقتصادی خودشون خیلی با نظم و ترتیب جلو بردن که حالا یه بحث مفصل دیگریه. خب نتیجه که میخوام بگیرم اینه که این اتفاق افتاد. یک کشوری که درش این اتفاق افتاد ایران بود. ایران زمان شاه رو دولت امریکا شاه رو مجبور کرد که هرچی بیشتر به طرف نیولیبرالیسم بره. مثلا اصلاح طرزی یکی از این فرمولا بود که از طریق اون بعد از این نمیدونم فیودالا سرمایه دار بسازن و بعد دیگه کار ندارم، خیلی کارهای دیگه. اما یه اتفاق که خوبی که کار این جریان داشت، اون موقع کندی رو کار بود، یه مقدار چپ بود، یه مقدار کمتر نیولیبرال بود و خب به شاه توصیه های میکرد که به نظر من مفید بود، یعنی توسعه ریفورم های اقتصادی خوبی رو به شاه میداد. ولی اینم برای این بود که در سوسیالیسم در اون موقع در اروپا، در لاتین امریکا و جاهای دیگه داشت یواش یواش رشد میکرد. کوبای به وجود اومده بود، خیلی از کشورهای امریکای لاتین که داشتن از این دیکتاتوری های از نوع پینوشه میومدن بیرون، اینا یواش یواش یه وضعیت دیگری پیدا کردن و اقتصادهای جدید رو ساختن که اساسشون بر بسیار نیازهای به اصطلاح اقتصاد ملیشون بود، نه یه فرمولی که این کار باید انجام. مثلا در امریکای لاتین به جاهای دیگه که ما داریم از اینا صحبت میکنیم و بعدا یه ذره وضعشون بهتر شد، یک جایی رو که خیلی روش تکیه کردن این آزادی سرمایه بود، لیبرالیزیشن کپیتال اکاونت یا دی رگولیشن اف کپیتال اکاونت، یعنی اون قسمت مال پولی. اینا اومدن گفتن که دولت ها هر غلطی میخوان بکنن، یه غلط نمیتونن بکنن، در بخش پولی نمیتونن لیبرال باشن، باید کنترل داشته باشن. ها این بخش پولی حالا دو تا قسمت داره، بخش بسیار فیسکال داره، یعنی بودجه کشور، درآمدها و هزینه ها و بعد اون کسری، و یک جای دیگه هم خب بخش کپیتال اکاونت و معنای اون بخش پولی کشوره که حالا از بخش این صادرات و واردات توش هست و بعد بخشای دیگری در داخل کشور، بخش بانک‌ها و اینا. اینا اومدن گفتن که دولت باید سر روی این سرمایه ها هرچی با دقت کار کنه و نذاره سرمایه فرار کنه. این خیلی مهم بود، برای که تو واشنگتن کانسنسس بحثی بود که اصلا آزاد کن، آزاد کن، بذار هر کس هر جا بره، هر کی هر کاری بکنه بکنه. در حالی که نیولیبرال های جدید اومدن گفتن نه، اون بسیار خطرناکه، به تجربه هم نشون داده خطرناکه، دولت در تا یه جایی میتونه آزاد بکنه بازار رو، به بازار کمک کنه، به بخش خصوصی کمک کنه، تجارت رو آزاد کنه، نمیدونم از این حرفا، اما در یه جاهایی باید سفت و سخت وایسته، در بخش مثلا ساختن زیربناها، در بخش کنترل سرمایه، در بخش افزایش هزینه های به اصطلاح آموزش و بهداشت و از این حرفا. ولی خب در همین حال هم این دولت باید ضمن حفظ این قدرت ها و کنترل ها باید هرچه بیشتر بخش خصوصی رو رشد بده، یه چیزی این وسط درست کردن. و همین دلیلم من همیشه میگم نیولیبرالیسم خیلی بهتر از واشنگتن کانسنسسه. واشنگتن یعنی اون چیزی رو که بانک جهانی و صندوق و
کاخ سفید و نمیدونم انگلیسی ها داشتن و به دنیای جهان سوم میگفتن خیلی بد بود. ولی خب یه دو از اقتصاددان های نیولیبرال که با اون لیبرالیزم یک چیزی داشتن، همخوانی داشتن و گفتن که حالا تو کشورهای جهان سوم را مینا کمک کنیم که دواش دواش به اون سمت برن و اسمش رو گذاشتن نیو لیبرال. ولی و اما چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که هم اون واشنگتن کانسنسس و هم این نیو لیبرالیزم در این 20 سال گذشته در دنیا انداخته چیه؟ در خود امریکا و اروپا عرض کردم اتفاقی که افتاد افسایش بحران‌های اقتصادیه، مخصوصا در بخش فاینانس، در بخش مالی و پولی شدیداً بحران ایجاد کرده، هم اکنون هم هست. یعنی در واقع ثبات، عدم ثبات مالی و پولی در امریکا و اروپا اساس الان این نتیجه همون سیاست. دوم، به افسایش و قدرت و حجم انحصارات رو زیاد کرد. یعنی برابر همین نیو لیبرالیزم باشن کانسس، این دولت ها اومدن به این بخش خصوصی رو هی کمک کردن، هر کدوم از اینا که موفق تر بودن بیشتر انباش کردن و اکثر این کشمین به اصطلاح نیروهای بازار اینا تبدیل به غولها شدن. کشورهای با چیزهای شرکت های چند ملیتی، نمیدونم انحصارات و غیره و اینا، این واقعیت اونجاست. اینم هست. اتفاق سومی که اتفاق افتاد این بود که بخش ارز خارجی رو خیلی به هم ریخت. یعنی در این کشورها بحران های ارزی ایجاد کرد، این کشورها رو اقتصادشون رو دلاری کرد، به هم ریخت. بله، حالا فقط ایران نیست و جاهای دیگه هم همین جوریه. باعث شد که این دولت ها هر چی بیشتر گرفتار بحران های ارزی بشن. چهارمین مشکلی رو که ایجاد کرد، اکثر این کشورها دچار بحران های بدهی شدن، بدهی های عظیم، میلیاردی. بعضی از اینا مثل مکزیک حتی در 1982 اعلان ورشکستگی کردن. همین الان شما باور نمی کنید ترکیه نزدیک به 400 میلیارد دلار بدهی خارجی داره. این کشور نمیدونم کی میترکه، واقعا میترکه. یعنی اصلا غیر قابل ادامه است این وضعیت. بحران بدهی خیلی در این کشورها زیاد شد. بعدیش، اثر بعدیش همونجی که عرض کردم تو نابرابری های هم ثروت و هم درآمد بود. خیلی نابرابری ها رو زیاد کرد و فقر ایجاد کرد، هم فقر مطلق، یعنی وقتی که تو زیر خط فقر میری که دیگه نمیتونی حتی ابتدایی ترین چیزاتو تو بدنت ببری، فقر مطلق، ولی فقر نسبی هم هست، یعنی اندازه درآمد تو نسبت به اندازه درآمد اون میلیاردر یا ملتای میلیاردر. یک نتیجه دیگرش فرار سرمایه بود. همونجور که عرض کردم این کشورها هرچی بیشتر فقر توشون زیاد شد، هرچی مشکلات ارزی و مشکلات بدهی و مشکلات دیگه پیدا کردن، همونقدر وضع سیاسیشون بی‌ثبات شد. همون بی‌ثباتی باعث فرار سرمایه شد. یعنی اون همه پول اون بر رفت، به جای اینکه برگرده توی جامعه اقتصادی رفت بیرون. یعنی اصلا بحث عدالت از وسط برداشته شد و به جاش بحث ظلم و ستم اومد. من میتونم ده ها اثر منفی دیگر را هم براتون توضیح بدم در این رابطه.
در بخش عرضه، در بخش تقاضا، تصادفا در بخش عرضه که میگفتم با امنا خیلی رشد خواهند کرد و فلان، بخشی از این کشورها رشد کردند، اما رشد بدون توزیع کردند. الان همشون، همه اون کشورهایی که رشد بدون توزیع کردند، در تحلیل نهایی در اونها انقلاب اتفاق افتاد. خود زمان شاه خودمون در بهار عربی، نمیدونم از این حرفا، مصر رو از این حرفا، یعنی بخشی این خود این نیو لیبرالیسم و واشنگتن کانسنسس بنیانگذار این انقلابا شدن. انقلابا نتیجه اینا شدن، برای اینکه کشورها رو ددا کردن بین ثروت و فقر، یک عده رو آوردن تو خیابون و علیه اونهای دیگه. و حالا کار ندارم، بخش فقط دعوا سر دیکتاتوری به اصطلاح دولت نبود، بخش دیکتاتوری بخش به اصطلاح اقتصادی هم بود. حالا بحث اقتصادی رو، دیکتاتوری رو کردم، خیلی جالبه. نیو لیبرالیسم یا همین واشنگتن کانسنسس، یکی از اثرات اصلیش در ایجاد دیکتاتوری ها بود. یعنی از این دولت ها اومد دیکتاتور ساخت، اومد این دولت ها رو قدرتمند کرد در رابطه با کمکش به بخش خصوصی. به اینا کمک کرد، از اینا پول پینوشه ها و امثال هم ساخت، علیه علنده ها، مصدق ها کودتا شد که این جریان رو ببرن توی سرمایه داری و از این حرفا. خب بنابراین شما یه اتفاق دیگه ای که افتاد اینه که اکثر این کشورها دیکتاتوری شدن، به جایی که به طرف لیبرالیسم برن رفتن به طرف دیکتاتوری. شما الان اطراف ما رو نگاه کنید، همش همینه بیشترشون. اونم یک اثر دیگه این بود. من خب اثرات زیادی داشت. حالا من میخوام برگردم به ایران. حالا اینا رو من گفتم برای اینکه میخواستم اون چارچوب رو براتون فراهم کنم که ببینید داستان چیه. وقتی من میگم تقابل نیولیبرال ها با گرسنگان چیه، ایران کشوریه مثل خیلی از این کشورهایی که نیولیبرالیزم رو جلو برده، دوچار همین دردسرهایی که الان عرض کردم شده. فرار سرمایه، بحران ارز، بحران بیکاری، فقر، تورم و و و همه اینا به واقعیت. و اما آیا ایران واقعا نیولیبراله؟ یا ده میگن آقای دکتر ایران این حکومت که نیولیبرال نیست. اینا فکر میکنن نیولیبرال یعنی یه حکومتی که لیبراله. عرض کردم لیبرالیزم به اصطلاح اصلی یک چارچوب وسیع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین المللی داشت، در حالی که نیولیبرالیزم یک پدیده صرفا اقتصادیه و هدف نیولیبرالیزم اینه که دولت‌ها رو بگیره سرمایه‌داری درست کنن. اینو فراموش نکنید. و بنابراین در نیولیبرالیزم نه فقط دموکراسی و آزادی ایجاد نمیشه که دیکتاتوری بیشتر میشه. این یکی. و فقط به بخش خاصی در اقتصاد کمک میشه که بزرگ میشه. در ایران هم شما میبینید این بخش درسته. ببین در ایران یه انقلاب شد 57. من این 10 دقیقه میخوام در این رابطه الان باهاتون صحبت کنم. در 57 یه انقلاب شد. البته جهت اطلاعاتون، من روز یک شنبه یه کلاب هاوس میخوام بذارم در همین رابطه، یه سر وسیع‌تر، و اسمش هم هست سخنرانی، تحلیلی بر سخنرانی نوروز آقای خامنه ای و پیامدهای اون برای اقتصاد ایران و غیره. و خیلی دقیق میخوام در اونجا صحبت بکنم از این که اصلا در ایران چه اتفاقی افتاده. شما حتما اون سخنرانی رو بخونید. در اون، حالا کار ندارم، در اون سخنرانی آقای خامنه ای خیلی حرف جالبی میزنه. میگه ما دهه 60 اشتباه کردیم و دو دهه 70 ایرانی 60 اشتباه کردیم و رفتیم به طرف نمیدونم راه رشد غیر سرمایه‌داری. و از در فهمت کلمه راه رشد غیر سرمایه‌داری رو نمیگه، ولی میگه مثلا رفتیم دولتی کردیم، ملی کردیم. از این حرفا خوشبختانه از دهه 70 یواش یواش داریم عوض میکنیم و ما باید این مسیر را ادامه بدیم که دیگه همه چی درست بشه. اما
دو تا مشکل آقای خامنه ای داره. یکی اینکه اصلا اقتصاددان نیست، تاریخ این اقتصاد رو نمیدونه. من خیلی متاسفم اینو میگم، یه عده اقتصاددان شارلاتان و دغل دور برش هستن و سیاسیون شارلاتان و دغل دارن بهش نصیحت بد میدن، اشتباه میدن. اینا دشمنای جمهوری اسلامی شخص آقای خامنه ای هن. آقای خامنه ای یک روزی بیدار میشه، متوجه میشه که ایشون هم تموم میشه، همون تقابل بین نیولیبرال ها و گرسنه ها داره پیش میاد، خیلی زودم داره پیش میاد. من دارم این حرفا میزنم برای اینکه میخوام یک جریان خوبی تو ایران شکل بگیره. حالا ایشون میگم اینجا ادامه بدیم. حالا نیولیبرالیسم در جمهوری اسلامی دو تا ریشه داره، یکی خود اسلامه، همونجور گفتم مذهب با لیبرالیسم و نیولیبرالیسم خیلی رابطه تنگاتنگ داره. اسلام از همون سرفصل اولش، از پیغمبرش تا به آخرش سرمایه داری بوده، تاجر بوده، سرمایه تجاری همینجور ادامه داشته، چیز جدیدی نیست. اصلا اسلام با بازار زاده شده و بازاریه چیزی. اصلا این که اسلام را تو ورداری بکنی سوسیالیست یا اسلام را بکنی نمیدونم چی میدونم غیر بازار، اصلا خنده داره، نیست، همچی چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. خب اینا این روحانیون همشون بازاری و طرفدار بازار و تجارت و زمین و از این حرفان دیگه، اصلا تمام زندگیشون روی وقف زمینه، اصلا زمین و تجارت و بازار و اینا اصلا زندگیشونه. خب از بعد در دهه اول انقلاب، خب انقلاب شد دیگه، یه قانون اساسی نوشته شد. این قانون اساسی یک فصل داره به نام فصل 44. فصل 44 قانون اساسی میگه عملا اقتصاد ایران رو دولتی تعریف میکنه. میگه اقتصاد ایران سه بخش داره، بخش اصلیش دولتیه و بعد میگه در بخش دولت ببین چیها دولتی هست. در بخش دولتی کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بیمه، معادن بزرگ، عرض کنم که حالا کار ندارم همینجور میره جلو، و از همه مهمتر بانک ها، تمام اینا ملی هن. ببین یه انقلابی شد، این قانون اساسی اومد و این قانون اساسی اقتصاد ایران رو تعریف کرد، گفت اینا دولتی هن، بعد بخش خصوصی که میرسه، بعد یه بخشم تعاونیه که از زمان شاه مونده بود، چیز مهمی نبود. بعد بخش خصوصی میگه شامل اون قسمت است که کشاورزی و دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل بخش های دولت و تعاونیه. یعنی بخش خصوصی یه بخش مکمله، اون پسمونده هاست. اتفاقی تو جمهوری اسلامی افتاد، این قانون اساسی رو تاخچه کردن. حالا خیلی از این سیاست مدارا و این روشنفکرای سیاسی و براندازا و مخالفین حکومت هی مرتب علیه آقای سر آقای خامنه ای غور میزنن، مثل آقای تاجزاده که تو نمیدونم انتخابات، تو قانون اساسی رو داری رعایت نمی کنی، چی رو رعایت نمی کنی؟ انتخابات رو رعایت نمی کنی، نمیدونم مصلحت نظام رو، فلان و بهمان. و اما هیچ وقت از اینا شنیدی که بهش به آقای خامنه‌ای بگن آقای خامنه‌ای شما قانون اساسی رو در رابطه با اصل 44 نقض کردی؟ نه. چرا؟ برای اینکه تمام این شارلاتان‌های اصلاح طلب و به اصطلاح معتدل ضد عدالت و ضد مردمن. اینا طرفدار سرمایه‌ان، اینا سرمایه‌داران، اینا دزدا و دغلان. در کنار اینا این براندازایی هستند که تو خارج دنبال کشورهای دیگه میادن، اروپا و اینا، که به اینا کمک کنه مثلا جمهوری اسلامی رو سقوط بدن. خب چون من ببینید کدوم یکی از اینا به خامنه‌ای اعتراض کرده که تو در این قانون اساسی چرا مثلا تجارت خارجی ملی نیست، چرا بانکای خصوصی درست شده، چرا صنایع بزرگ رو دادی
دست عوان و انصارت؟ نه، فقط دنبال قدرتن. من در همین چند هفته آینده تمام فشارم رو میخوام روی این بذارم، میخوام به اون براندازهای داخل و به این براندازهای خارج بگم شما یه عده شارلاتان هستید، به معنای کسانی که فقط دنبال قدرتی، نه مردم. همینا به شما میگن 70% مردم ایران زیر خط فقرن. بعد به شما میگن ما آزاد دموکراسی میخوایم. 70% مردم ایران زیر خط فقرن، میخوان براشون دموکراسی درست کنن. یعنی 70% مردم ایران که گوش ندارن بخورن، که خونه ندارن، که اجاره خونه سرسام‌آور شده، که درآمدشون از بین رفته، که فقیر شدن، که آموزش پرورششون به هم ریخته، بهداشت پول بهداشت ندارن. اینا هیچ کدومش مهم نیست. برای اینا آزادی درست میکنیم و میدیم اینا بخورن. 70% مردم ایران رو میخوان به اینا آزادی بدن بخورن. خب مردم قبل از اینکه آزادی بخورن، غذا میخوان، پوشاک میخوان، مسکن میخوان، آموزش و فلان میخوان، همه اون چیزهای ابتدایی زندگیشونو. و بیدلیل هم نیست که جنبش زن زندگی و نمیدونم آزادی به شکست رسید و بهتون قول میدم دیگه هم نمیره جلو، تموم شد. و اما به نظر من همونجور که در همین عنوان میگم، جلوی ما یه تقابل بین این نیولیبرال های دولت و مخالفینش. ببین خیلی جالبه، هم دولت در ایران نیولیبراله، طرفدار سرمایه و سرمایه‌داری انگلی که هستش، هم مخالفینش. بذار دوباره تکرار کنم، هم مخالفین و هم خود حکومت جمهوری اسلامی، هر دو نیولیبرال، طرفدار سرمایه‌داری زالو صفت انگلی که در ایران وجود داره. فقط اینا میخوان قدرت رو بگیرن که با اون زالوها خودشون بخورن. تفاوت در اینه، هیچ کدومشون به فکر مردم نیستن. و اما من بهتون قول میدم مردم اینا رو غافلگیر خواهند کرد، اینا رو سورپریز خواهند کرد. جلوی ما یه انقلاب گرسنه ها هستش، هیچ شک توش نکنید. در همه جا اتفاق افتاده. این دفعه دیگه الیت و نمیدونم نخبه روشنفکر و دانشجو و اینا تو خیابونا نخواهند بود. کارگرا، زحمتکشا، فقرا، حاشیه نشینا، اینا خواهند اومد وسط. و وقتی اینا وسط بیان، هیچ کی نمیتونه اینا رو کنترل کنه. شما تو همین دوربر تهران و کرج بیش از 4 میلیون فقیر داری که نون شب به زور دارن. برید ببینید، نرید زاهدان و سیستان و نمیدونم جاهای دیگه، همین تهران، همین 20 کیلومتری تهران، تو همین شهر کرج تا بخوای فقیر و فقر وجود داره. شما فکر کنید تا کی میتونی اینا رو نگه داری؟ تا کی میشه اینا رو گرسنه نگه داشت؟ من به تو اون قول میدم، این نیولیبرالیزمی که آقای خامنه ای الان در سخنرانیش مطرح کرد، این نیولیبرالیزم حتما به یه انقلاب منتهی میشه. اما نه انقلابی رو که این شالاتانهای مخالف جمهوری اسلامی میخوان انجام بدن، یک انقلابی کاملا متفاوت از اینا، یک انقلاب مردمی، یه انقلابی که طبقات زحمتکش رو میاره تو خیابونا برای نونشون، برای آبشون، برای پوشاکشون، برای سرپناهشون. زندگی برای خیلی از اینا تقریبا هم اکنون غیر ممکن شده. شما حالا بیا بگو من آزادی میخوام، آزادی زن، زندگی، آزادی. نه، شعار عدالت خواهی فساد ستیزیه، انقلاب گرسنگان برای عدالت، برای ضدیت با فساد، برای برگردوندن کشور و
به چارخونه اولی که اول انقلاب شکل گرفت. تصادفاً آقای خامنه‌ای در اون سخنرانی میگه، خیلی جالبه، میگه ما در 10 سال اول اشتباه رفتیم، بعد یواش یواش تصحیح کردیم و داریم تصحیح میشیم. این از آقای هاشمی، اون سیاست‌های تعدیل بانک جهانی و اینا. تصادفاً اگر آقای خامنه‌ای با دقت با آمار خودش، با آمار نظام نگاه بکنه، میبینه که 10 سال اول با اینکه جنگ بود، با اینکه جنگ بود، موفق ترین دوره اقتصادی این دولت بود. موفق ترین دوره اقتصادی جمهوری اسلامی با وجود جنگ در همون 10 سال اول بود. برای اینکه 10 سالی بود که بر اساس این قانون اساسی داشت پیش میرفت. بعد چه اتفاق افتاد؟ بانک‌ها خصوصی شدن، کمپانی‌ها فروخته شدن. یادتون باشه عزیزان من، وقتی ما میگیم اموال دولت، دولت که اموال نداره که، این خودش یک کلاهبرداریه. دولت که مال نداره که، این مال مردمه. آقای خامنه‌ای میگه ما اموال دولت رو برگردونیم بدیم به مردم که تولید بکنن. میگم اول آقای خامنه‌ای این مردم کیان؟ 70% که زیر خط فقره، اون میتونه اصلا تولید کنه؟ اصلا میتونه چیزی رو بخره؟ اصلا چیزی رو میتونه مدیریت کنه؟ نه. با منظور آقای خامنه‌ای همون 10-15% که کشور رو دارن میخورن. دوم، آقای خامنه‌ای تو بخوای اموال مردم رو بگیری به مردم بدی؟ خب این اموال مردم که اونجا هست، دولت اموال مردم رو داره. یه دیبت میگن آقا این دولت خیلی بزرگه، نمیدونم فلان شده، اقتصاد ایران 90% به قول آقای قالیباف که دروغ میگفت 90% دست دولته. اقتصاد ایران ضمناً بگم با هر آماری که اندازه بگیری بیش از 50% دست دولت نیست. همین الان بیش از 50% نیست. به تو دروغ میگن، به دروغ میگن 90% 80% برای اینکه اون خصوصی سازی رو توجیه کنند که بگیرن برای خودشون. و اما نکته‌ای که من دارم اینه که این اموال که میگی باید بگیریم بدیم به مردم، آقای خامنه‌ای این اموال اصلا مال مردم همونجاست. تو از مردم میخوای بگیری به کی بدی؟ به مردم؟ به کدوم مردم میخوای بدی؟ مردمی که 70% زیر خط فقر و بدبختی و نداریه؟ نه. من خودم دوستان عزیزم، نه ضد سرمایه‌داری هم، نه ضد بخش خصوصی هم. بخش خصوصی هم حق داره، بخش دولتی هم حق داره، اما هر چیزی یه حسابی داره. من 40 ساله دارم اقتصاد توسعه درس میدم، زندگیم همین شده. من میدونم چه اتفاق تو دنیا افتاده. من بیش از 80 کشور دنیا رو دیدم، تجربه کردم. من چین رفتم، کره رفتم، همه این کشورها رو من دیدم، هند رفتم، میدونم اینا چه کار میکنن. آقای خامنه‌ای سرتون دارن کلا میذارن، یه عده دزد و دغل بهتون دروغ میگن، شما متخصص اقتصاد نیستید، یه عده دزد و دغل دارن از این عدم سوادتون در رابطه با اقتصاد سوء استفاده میکنن و مطمئن باشید نظامتون رو زمین میزنن. حتما نظامتون به زمین خواهد خورد اگر بر اساس همین فکر بری که باید نیولیبرالیسم تو کشور عمده بشه. هر کی رفت آخرش هم دید. حالا میخوای برو؟ بنده نه سرمایه دارم، نه نیستم، من دانشگاهیم. من تنها چیزی که هستم میخوام مردم ایران صدمه نبینن، میخوام برای مردم ایران یه فکر و کاری کرده باشم. بقیهش با خودت. من اعتقاد دارم به مسیر اشتباه است. من توی برنامه بعدیم توی همین کلاب هاست پس پرده هایی که با دقت بیشتری در این مورد صحبت خواهم کرد و بعد توی همین سند راهبردی سامانیان برای کسانی که دوست دارید بدونید که من چجوری فکر میکنم در مورد اقتصاد، با دقت در اینجا نوشته شده که من اگر اقتصاد کشور رو دست من بدی من چه کار میکنم. 100% برنامه نیولیبرال رو پیاده نمی کنم، واشنگتن کانسنسس هم پیاده نمی کنم، سوسیالیسم نوع شوروی سابق هم نمی سازم. ما یه مدل اقتصادی مشخص برای ایران داریم
که هم یک مدل سوشال دموکراسیه و هم یک مدل رشد و توسعه است، که هم اون سرمایه دار استفاده میکنه و هم مردم. ما نمیتونیم یک بخش از جامعه رو از بین ببریم برای اینکه یه بخش دیگه تا میخوان بخورن و بچه هاشون داخل و خارج و تو لواسان و فرشته. من اجازه بدید این جریان رو تموم کنم، الان دیگه یک ساعت و نیمه دارم حرف میزنم. من از شما دعوت میکنم پس فردا یک شنبه 9:30 شب تهران یا 2 بعد از ظهر من تو نیویورک بیاید توی اون کلاب هاوس و در این مورد ماه مداد بیشتر صحبت کنیم، نظرات شما رو هم بشنفیم و یه بحث خوبی رو ببریم جلو. دوستان عزیز من، آینده ایران در گرو این سیاست اقتصادیه که باید پیش بره، چه با این دولت چه بعد از این دولت فرقی نمی کنه. اون سیاست اقتصادی رو، اون نظام اقتصادی رو، اون فکر اقتصادی رو که باید در ایران پیاده بشه، اون آینده ماست. بدون اون آینده نخواهد بود. خلاصه کلام، ایران یک کشور بسیار ثروتمندیه، اما تا این ایده درست نباشه، اون ثروت مثل معمول، مثل گذشته از بین میره. ثروت باید با ایده پیش بره. جوانای مستعد ما باید با ایده برن جلو. متاسفانه این نیولیبرال های دانشگاهی و آخوندی و مخالف و اینا جوانهای ما رو به طور کامل صادقانه بگم خیلی بدآموز کردن. من خیلی ها رو میبینم از جوانهای ما دست راستی هن، نیولیبرال هن، دانشگاهی هم اصلا، مثلا نشستم ببینم که اصلا این میفهمه نیولیبرال یعنی چی، اصلا تجربه نیولیبرالیزم رو در دنیا میدونه، اصلا میدونه که در ایران هم اکنون نیولیبرالیزم اساس سیاست اقتصادی این حکومته. هرچی نگاه میکنم میبینم اینا رو هم نمیدونن، فقط همینجور توتیوار طرف یه چیزی شنیده به نام نیولیبرالیزم، میگه اون خوبه، فکر میکنه نیولیبرالیزم یعنی همون که عرض کردم، یعنی لیبرالیزم، یعنی تو بخش سیاسی دموکراسی به وجود میاد، با آزادی های اجتماعی به وجود میاد، از این حرفا. عزیزان من، اون لیبرالیزم، نیولیبرالیزمی که تو جمهوری اسلامی هست هیچ ربطی به اون نداره. وقتی هم شما اگه میخوای لیبرال بشی، لیبرالیست، یه بحث دیگه ایه. نگو به من نیولیبرالیزمم، نیولیبرالیست هستم و بعد آرزوهای عجیب و غریب بکنیم. و آخرین حرف دوستان عزیز من، این نکته رو فراموش نکن، جمهوری اسلامی و مخالفین جمهوری اسلامی هر دو از دیدگاه اقتصادی در یه جا قرار دارن و به همین دلیل اگر شما جمهوری اسلامی رو رد میکنی، این مخالفین رو که الان بر علیهش دارن جیغ و داد این بربر میکنن هم باید رد کنی. تو نمیتونی یک نوع لیبرالیزم با یک نوع لیبرالیزم دیگه فکر بکنی باید عوض کنی، همچی چیزی وجود نداره. همشون همینن، همشون از یک خودمون قماشن. هیچ فرقی بین حکومت اسلامی و مخالفین حکومت اسلامی در رابطه با سیاست‌های اقتصادی وجود نداره، هیچ فرق هم نمی کنه. تو اصولگرای، اصلاح طلبی، سلطنت طلبی، جمهوری خواه هستی، هر چیزی هستی، همه در چارچوب نیولیبرالیسم دارن فکر میکنن. و این وسط جوانای ما و مردم ما، یه عده از به دلیل نادانی و یه عده به دلیل شالاتان بازی هایی که دور و برشون هست توی این تله افتادن. من امیدوارم که مردم رو از این تله رها کنم، این جوانامونو آگاه باید بکنیم. من میخوای نیولیبرال بشی اشکال نداره، ولی بفهم داری طرفدار چی میشی. حرفم اینه، بدون
که طرفدار چی داری میشی و اون چه تأثیری روی جامعت داره و اصلا کشورهای دیگه در این رابطه چه جوری کار کردن. یه وقت یکم برو این همه که حسرت کره جنوبی رو میکشی، برو ببین کره جنوبی نیولیبرالیسم رو پیش برد. خب برو ببین اونجا هست. خب خیلی متشکرم عزیزان من، اجازه بدید من این بحث رو تموم کنم، براتون بهترین ها رو آرزو کنم و بازم روز یک شنبه یه برنامه داریم، این برنامه رو ادامه میدم. من میخوام یه مدتی سر همین برنامه ها مانو بدم. من اعتقاد دارم، دوباره تکرار کنم، آینده یا کشور ما و آینده مردم ما مستقیماً تنگاتنگ به نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی داره که جلوی ماست. یا اون سیاست و نظام درسته ما به یه جایی میرسیم، یا اون نظام و سیاست درست نیست. مثل همین الان ادامه اینه که راهی برای رهایی وجود نداره، حتی اگر براندازی هم اتفاق بیفته فرقی نمی کنه. مرمتون زیاد.